اظهارات دهه یک کرزی بر خط دیورند. در پاکستان د فوجانو دا هڅه چې په موږ دیورند ومني ورسره ډېره سوې. آمادگی وزارت داخله بر توزیع شناسنامه های برقی. وزارت امور داخله آمادگی لازم به خاطر توزیع تذکره الکترونیکی گرفته و انتظار مجلس سنا با مشخص شدن زمان انتخابات. شنبه هفته همه سنبوله 1394 خورشیدی است که برابر می شود با 8 سپتامبر 2015 میلادی. با سرویس خبری ساعت 8 شب آریانا نیوز و آریانا خوش آمدید. پاکستان با تلاش‌های خصمانه هیچگاه به هدف‌هایش در افغانستان دست نخواهد یافت و نیز به رسمیت شناختن خط دیورند از سوی مردم افغانستان امکان پذیر نیست. رئیس جمهور پیشین کشور با ابراز این مطلب می‌گوید که افغانستان هیچ مشکل با پاکستان ندارد، اما این کشور همواره تلاش کرده تا افغانستان به پیشرفت و ثبات پایدار دست نیابد. رفیع صدیقی گزارش می‌دهد. در نشست مشورتی که از سوی مرکز تحقیقاتی افغانستان درباره بررسی چالش‌های خط دیورند در کابل برگزار شده بود، رئیس جمهور پیشین کشور یک بار دیگر پاکستان را به عنوان یک کشور در باطن دشمن خطاب کرده میگوید که این کشور تلاش دارد تا فشارهای گوناگون بر افغانستان بیاورد و از این طریق به رسمیت شناختن خط دیورند را از سوی افغانستان به دست بیاورد. نن شمرز د جهاد د وجه او بیا د هغو په اسلام ملګرو د وجه چې په ظاهر کې د جهاد ملګري وه او په باطن کې زموږ ریښې راکښلې، کمزوري سوي یو، بې وزلي سوي یو. د پاکستان د فوجانو دا هڅه چې پر موږ ډیورند ومني ورسره ډېره سوې ده او په مختلفو وسایلو د دې هڅې کوشش کېږي. در همین حال آقای کرزی تاکید می‌ورزد که پاکستان در کشتار غیر نظامیان در افغانستان از سوی گروه‌های راست‌افغان دست دارد و از روش‌های گوناگون برای رسیدن به هدف‌هایشان در افغانستان استفاده می‌کند. حکومت پاکستان، نظامیان پاکستان نه از راه تخریب، نه از راه کشتار، نه از راه بی‌تعلیم کردن مردم پشتون و بلوچ آن طرف خط دیورند برای استیلای خود کار نکنند. این ممکن نیست. پیش از این نیز در واکنش به حمله های خونین انتحاری در کابل، رئیس جمهور غنی موضع جدی در برابر پاکستان داشت و این کشور را متهم به حمایت از گروه های راست‌افغان، به ویژه شبکه حقانی که بیشترین حمله های انتحاری را در افغانستان تحریزی می نماید دانسته و پیش شرط های برای این کشور گذاشته است. وزارت امور داخله برای توزیع شناسنامه های برقی منتظر دستور سریع رئیس جمهور است. وزیر امور داخله میگوید با وجود که قانون در این باره تصویب شده و آمادگی ها وجود دارد، اما تا هنوز رئیس جمهور دستور آغاز این روند را نداده است. در همین حال برخی سناتوران میگویند حکومت باید هرچی زودتر این روند را آغاز کند. نصرت پارسا با جزئیات بیشتر در این مورد. شناسنامه های برقی ماها است انتظار توزیع شدن برای شهروندان افغانستان را میکشد. قانون در این باره نافذ شد، میلیون ها دلار جهان آماده مصرف شد، آمادگی ها گرفته شد و حتی اینکه شورای وزیران تاریخ توزیعش را مشخص ساخت، اما رئیس جمهور تا هنوز دستور توزیع آن را نداده است. وزارت امور داخله آمادگی لازم به خاطر توزیع تذکره الکترونیکی گرفته یا آمادگی را داریم، فقط در نهایت انتظار البته امر صریح ریاست جمهوری اسلامی افغانستان داریم که توزیع تذکرهای الکترونیکی در داخل افغانستان آن طوری که قانون حکم میکنه باید از توزیع شود. قانونی که چگونگی چاپ، صدور و توزیع شناسنامه های برقی را مشخص میسازد، پس از گذشتن از فلتر شورای ملی بعد توشیح رئیس جمهور رسید و در جریده رسمی هم چاپ شده است.
بر اساس این قانون روی شناسنامه‌های برقی برای هیچ شهروند ملیتش درج نمی شود. ظاهراً همین گپ باعث شده تا این روند آغاز نشود. تذکره الکترونیکی یکی از ضرورت های مردم افغانستان است، باید توزیع شود، باید کارش آغاز شود. کشورهایی که تمویل کننده هستند امروز اختیاریه های میتن، مردم در انتظار هستند، دموکراسی زیر سوال رفته. بنابراین کلمه افغان، تاجک، پشتون، این و آن در اینجا بحث کردنش و در جاهای دیگه من فکر میکنم به ضرر مردم افغانستان است. دو سال بالای تذکره الکترونیکی کار کردیم، در وقت چرا نقص و نواقصی نداشت و وقتی که توشی رئیس جمهور شد از پارلمان افغانستان پاس شد، ایره ما شما تک تک دیدیم که در بالای تذکیرهای سابقه افغانستان چی نوشته است؟ جمهوری اسلامی افغانستان. توزیع شناسنامه‌های برقی مصارف هنگفت برمی دارد که بیشتر آن را جامعه جهانی کمک می کند. بخش از این کمک ها به دلیل آغاز نشدن این روند به حالت تعلیق در آمده است. برخی از اعضای مجلس سنا خواستار اعلام تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی شدند. آنان آوردن اصلاحات در نظام و نهادهای انتخاباتی را زمانگیر دانستند. میگویند هر قدر انتخابات با تاخیر برگزار شود، با همون اندازه دموکراسی به چالش روبرو خواهد شد. عبدالعزیز کریمی گزارش میدهد. شمار از اعضای مجلس سنا از پیشنهاد کمیسیون اصلاحات نظام انتخابات انتقاد کرده، میگویند که این روند نهایت زمانگیر است و برگزاری انتخابات پارلمانی را به تعویق می اندازد. زموږ خلکو ته ډیره د تشویش وړ ده، د ټول ټاکنو یا د انتخاباتو د نیټې د نه اعلان موجود ده. ای پروسی که آره حکومت اعلان کرده راجع به انتخابات، ای بسیار زمانگیر است. انتخابات اصل دموکراسی است. هر روزی که انتخابات با تعویق میفته مرگ دموکراسی است. کمیشنرانو تبدیل هم ده او موارد قبول کردی دی، نو مختخو یو موارد هم اغا نده قبول وار نده، زکا چه ده سی کانون سره چه کم اغا پتکار که بی ده غیر کانونی و غیر وصولی دی. اصلاح نظام انتخاباتی را ما گفتیم ای به عنوان یک ضرورت، به عنوان یک نیاز در نظام افغانستان. جلوگیری از تقلب یکی از مسائل اساسی بود و هست و باید اصلاح شود و ای به خیر کل است، به نفع هیچ کسی، از لحاظ فردی به نفع کسی نیست. اختصاص یافتن 85 کرسی مجلس نمایندگان برای احزاب، قرار گرفتن 25% کرسی های شوراهای ولسوالی و شوراهای ولایتی در اختیار زنان، ابطال کارت های رای دهی، ترتیب فهرست رای دهندگان بر اساس تذکره تابعیت و اصلاحات در کمیسیون های انتخاباتی از پیشنهادهای اساسی کمیسیون اصلاحات انتخاباتی خوانده شدند. اما برخی از اعضای مجلس سنا با اختصاص یافتن کرسی مجلس نمایندگان به احزاب مخالفند. عذاب ترس پوری در قانون اساسی مطابق جولش نلری، عذاب دیر کم عذاب دی، ملی عذاب دی، نور عذاب اکثر عذاب سیاسی عمالی اما کلانترین تنظیمی ازی، کلانترین ازمی ازی در افغانستان در ولایت ها هیچ این نمایندگی نداره. ما چی تا گفته میتونی یک عذاب سیاسی؟ عذاب سیاسی که دقل یک 25 ولایت 24 ولایت یک نمایندگی داشته باشه. این در حال است که کمیسیون اصلاح نظام انتخابات ده پیشنهاد را به خاطر اصلاح به حکومت راه کرده است که از آن جمله تنها 7 مورد آن پذیرفته شده و بالای بقیه بحث جریان دارد. حالا بقیه کوتاهی از آریانا. تهدید مواد مخدر در افغانستان کمتر از تهدید هراس افغانی نیست. بانوی نخست افغانستان تاکید می‌ورزد که اگر شهروندان افغان برای مبارزه با این پدیده کشنده بسیج نشوند، تعداد زیادی از جوانان را از دست خواهیم داد. احمد فرشاد صالح با جزئیات بیشتر در این مورد. مواد مخدر از پدیده های خطرناک در افغانستان است که سبب مبتلا شدن میلیون ها شهروند افغان به آن شده است. وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان تاکید می کند که این پدیده کشنده در افغانستان بازار ندارد، بلکه بیشتر منفعت کشورهای خارجی در آن نهفته است. به خاطر زدودن ای پدیده شوم از کشور ما بر یک بسیج ملی ضرورت داریم. امروز مواد مخدر از ما من حیث یک مرگ خاموش جوانان ما را بدون از ای که خواسته باشه از ما میگیره. تهدیدات مواد مخدر کمتر از تهدیدات امنیتی در کشور ما نیست. در همین حال بانوی نخست افغانستان بر مبارزه بیدرنگ شهروندان افغان و حکومت در کار مبارزه با مواد مخدر تاکید می کند، زیرا هر روز بر تعداد معتادان در شهرهای افغانستان افزوده می شود. اگر ما امروز یک بسیج ملی را در این رابطه آغاز نکنیم،
نشوده که نشود که فردا خدا نخواسته یک عدای کثیری از جوانان خود را در این را از دست بدهیم. به تازگی وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان تایید کرده است که نزدیک به 4 میلیون افغان معتاد به مواد مخدرند که 1 میلیون آنان را جوانان تشکیل می‌دهند. بیننده خبرهای خارجی که به همکاری رادیو آزادی تهیه شده هم پس از وقفه کوتاهی باشید. سلام و خوش آمدید در این مجموعه خبری، من مصطفی صدیقی با شما هستم. مقام ها در تاجیکستان معاون برکنار شده وزارت دفاع این کشور را به خیانت متهم کردند. او پس از حمله های مرگبار روز جمعه در پایتخت تاجیکستان فرار کرده است. مقامات گفتند که عبدالعلی نظرزاده به خیانت، تروریسم، سبوتاژ و ایجاد یک گروه تندرو رسما متهم شده است. نیروهای امنیتی در دره رامت در جستجوی نظرزاده و طرفداران نشستند. مقامات آنها را در حملات روز جمعه بر یک ماموریت پلیس و یک دیپوی اسلحه در پایتخت تاجیکستان دخیل می‌دانند. در این حمله ها 9 مامور پلیس کشته شدند و 6 تن دیگر زخم برداشتند. گزارش‌ها از ترکیه می‌رسانند که 10 مامور پلیس در یک حمله بمی در شرق این کشور کشته شدند. این در حالی است که درگیری‌ها میان نیروهای حکومتی و اعضای حزب کارگران کردستان شدت گرفته است. رسانه‌های محلی امروز گزارش دادند که در این حمله یک مینی‌بس حامل ماموران پلیس هدف قرار گرفته است. این ماموران پلیس در یک دروازه سرحدی در سرحد با آذربایجان وظیفه اجرا می‌کردند. پیش از این آناتولیا خبرگزاری دولتی ترکیه خبر داد که بیش از 50 تیاره جنگی شبنگام حمله‌های هوایی را ضد PKK یا حزب کارگران کردستان در شمال عراق انجام دادند. و کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر سرکوب جاری جامعه مدنی را در آذربایجان محکوم کرده است. زید رادل حسین امروز در یک اعلامیه گفت فشار آوردن به مورد آزار و اذیت جنسی و تهدید خبرنگاران و مدافعین حقوق بشر در آذربایجان ادامه دارد. زید خواهان رهایی فوری آنهایی شد که به گفته او به خاطر تحقق آزادی بیان، برگزاری اجتماعات صلح‌آمیز و دفاع از حقوق دیگران از آزادی‌هایشان محروم ساخته شدند. یک محکمه باکو سه‌شنبه گذشته خدیجه اسماعیلوا را که با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی همکاری داشت به 7.5 سال حبس محکوم کرد که واکنش‌های گروه‌های حقوق بشر را در سرتاسر جهان در پی داشت. همین خبرها و بیشتر از اینها را روی صفحه اینترنت ما هم دیده می توانید. azadiradio.com. تشکر و خدا نگهدار. سپاسگزارم از همکاران ما در رادیو آزادی. بعد شما دعوت می کنم بیننده خبرهای اقتصادی هم پس از وقفه کوتاهی باشید. اکنون نسرین جوینی در استودیو هست و رویدادهای ورزشی را تقدیم می کند. نسرین سلام، بر خودت خوش آمدی به استودیو. عفو فرما. خسته نباشی بهشته. بیننده های عزیز سلام، خبرهای ورزشی هم تا لحظات بعد. باری از این گپ بزنم بیمانا میشه.